سلام بچه ها، سوشا رزا هستم. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی من از بازی فارکرای 6. توی این ویدیو قصدارم بهتون بهترین تفنگ های بازی رو معرفی کنم که بهتر هرچه زودتر اونا رو بگیرین و بعدش هم مکان و نحوه گرفتنشون هم بهتون نشون میدم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو از فارکرای 6. توی این ویدیو قراره با بهترین تفنگ‌های بازی آشنا بشیم و بعدش هم بهتون میگم که کجا و چطوری اونا رو به دست بیاریم. در ضمن بهترین تفنگ‌ها رو شخصی سازی هم بکنیم. درسته که قوین، ولی با شخصی سازی کردنشون میتونین اونا رو به نهایت قدرتشون برسونین و همچنین خوش دست‌تر هم میشن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب و ویدیومو لایک کنید. حالا بزن بریم سراغ بهترین تفنگ های فار کرای 6. اولین تفنگی که میریم سراغش یه ستیره که به درد پلیرها میخوره که دوست دارن هر جا میرن به همه چیز شلیک کنن. مکانی که میتونین این تفنگ رو داخلش پیدا کنین اینجا هستش بچه. وقتی که دیوارای سبز رو دیدین سعی کنین برین روی سقف و از اونجا این مسیر رو دنبال کنین تا به تفنگ برسین. خب بدون معطلی بریم سراغ تفنگ بعدی که یه شاتگان هستش. مکان این تفنگ رو میتونین در شمال غربی نقشه پیدا کنین. برای به دست آوردن تفنگ اول باید به این اتاق دسترسی پیدا کنین. مکان دقیق اتاق رو میتونین توی نقشه ببینین. وقتی که به اتاق وارد شدین میتونین یه دکمه رو پیدا کنین که با فشار دادنش امکان دسترسی به شاتگان براتون فراهم میشه. حالا باید به این قسمت از همون منطقه بیاین تا بتونین تفنگ رو به دست بیارین. خب بریم سراغ تفنگ بعدی که یک گرنید گان هستش، یعنی به جای تیر نارنجک پرت میکنه. مکان دقیق این تفنگ اینجا هستش. برای گرفتنش کافیه برین پشت ساختمونی که کنار بشکه های آب قرار داره، بعدش وارد این اتاق بشین و تفنگ رو بردارین. با استفاده از این گرنید گان میتونین دشمنا رو با یک و یا دو ضربه از پا در بیارین. خب حالا میرسیم به تفنگ بعدیمون که لاواریتا نام داره. گرفتن این تفنگ به سادگی بقیه تفنگ ها نیست، چون علاوه بر خود تفنگ میتونین به یه سوپرمو و یه آمیگو هم دسترسی پیدا کنین. به هر حال برای گرفتن این گان اول باید به این قسمت از نقشه بیاین. بعد از اینکه وارد غاری که اونجا قرار داره شدین، مسیر رو به سمت جلو ادامه بدین تا به این علامت برسین. حالا نامه‌ای که اونجا قرار داره رو بخونین تا به 3 تا ترژر هانت دسترسی پیدا کنین. همونطور که تو الانم متوجه شدین، برای گرفتن تفنگ اول باید هر 3 تا ترژر هانت رو کامل کنین. اولین ترژر هانت اینجاست. برای کامل کردنش فقط کافی از تناب هایی که اونجا وجود دارن بالا برین و مسیری رو که با فلش روی دیوارها مشخص شده دنبال کنین تا به این علامت برسین.
روی این علامت یه مجسمه قرار داره که باید اونو برداریم. با برداشتن مجسمه ترژر هانت اول با موفقیت کامل میشه. حالا باید بریم سراغ دومین ترژر هانت که یکی از باحال‌تریناش هم هستش. مکانش رو میتونین اینجا ببینید. توی این ترژر هانت وارد یه خونه جن زده میشین. وقتی که به این اتاق رسیدین، همه آینه هایی که توی اتاق قرار دارن با نزدیک شدنتون بهشون میشکنن، اما یکیشون نه. حالا باید خودتون اونو بشکنین و دکمه‌ای که پشتش قرار داره رو فشار بدین. با فشار دادن دکمه یه اتاق جدید واسه تون باز میشه که میتونین داخلش کلی تلویزیون ببینین. همچنین سه تا دکمه هم روی میز قرار دارن. برای ادامه دادن ترژر هانت اول دکمه وسط، بعدش دکمه سمت چپ و در نهایت هم دکمه‌ای که در سمت راست قرار داره رو فشار بدید. حالا میتونین به پیانویی که در طبقه بالا هستش دسترسی پیدا کنید. بعد از پیدا کردن کلیدی که در اونجا هستش میتونین برین طبقه پایین و یه در که در اول ترژر هانت قفل بود و باز کنین. بعد از وارد شدن به اتاق دکمه‌ای که اونجا قرار داره رو بزنین. بعدش با استفاده از تنابتون به بالای سقف برین و مسیر رو دنبال کنین تا مجسمه دوم رو هم به دست بیارین. و اما سومین و آسون ترین ترژر هانتمون هم اینجا قرار داره. بعد از اینکه برق ژنراتوری که اونجا قرار داره رو قطع کردین، میتونین این در رو هم باز کنین و به یه غار وارد بشین. حالا کلیدی که کنار یکی از مرده ها افتاده رو بردارین و به مسیرتون ادامه بدین. Do you open something important? A ver. وقتی که به اینجا رسیدین وارد اتاق سمت چپ بشین و با زدن دکمه گازهای سمی رو از بین ببرین. بعد از یکم صبر کردن میتونین آخرین مجسمه رو هم اینجا پیدا کنین. حالا برین به مکان اولیمون و روی این علامت هر سه تا مجسمه رو قرار بدین. That's it. Let's put you back where you belong. بعدش میتونین به یه صندوق برسین که شامل همین تفنگیه که دنبالش هستین. همچنین بهتون یه سوپرمو هم میده که میتونین ازش برای شکست دادن آلوسو که دقیقاً بعد از باز کردن صندوق بهتون حمله میکنه استفاده کنین. به این ترتیب میتونین صاحب یه تفنگ، یه سوپرمو و یه آمیگو بشین. ترکیب این تفنگ و سوپرموی که به دست آوردین بهتون این امکانو میده تا بتونین دشمنا رو از پشت دیوار ناگار کنین. خب بریم سراغ تفنگ بعدی که اسمش روشی هست و در این منطقه کنار دریا میتونین پیداش کنین. همونطور که اول ویدیو گفتم میتونین با شخصی سازی کردن تفنگاتون اونا رو به نهایت قدرتشون برسونین و ازشون لذت بیشتری ببرین. خب حالا بریم سراغ تفنگ بعدی که یه اسنایپر هستش. مکانش رو میتونین اینجا ببینین.
بعد از اینکه فانوس دریایی رو دیدین ازش بالا برین و اسنایپر رو بردارین. خب حالا بریم سراغ تفنگ بعدی که اتفاقا اینم یه اسنایپر هستش و در این قسمت از نقشه پیدا میشه. حالا میرسیم به تفنگ بعدی که کلت هستش و پیشنهاد میکنم حتما شخصی سازیش کنید. این تفنگو هم میتونین در اسپرانزا با انجام دادن این ترجر هانت به دست بیارین. بعد از خوندن نامه میتونین بالای سرتون سه تا سیم رو ببینین که به سه جهت مختلف رفتن. در هر جهت یک اهرم وجود داره که باید پیداش کنین. با دنبال کردن سیم اول میتونین اولین اهرم رو بالای یه برج پیدا کنین. حالا جهت سیم وسط رو دنبال کنین تا به یه تانکر سم برسین. خب حالا سم رو غیر فعال کنین، وارد خونه ای که سم می شده بود بشین و اهرم رو پیدا کنین. خب حالا جهت سیم آخر رو بگیرین تا به این خونه برسین. به طور طبیعی هیچ اهرمی توی خونه وجود نداره، اما دنی اشاره میکنه که صاحب این خونه یه مهندسه و اتفاقا خیلی هم باهوشه. همچنین احتمال میده که اهرم یه جایی توی همین خونه مخفی شده. برای دسترسی پیدا کردن به اهرم اول رادیو رو روشن کنیم، بعدش تلویزیون و بعدش همین قاب رو یه ذره کج کنیم. با انجام دادن این کارا کتابخونه کنار میره و اهرممون هم پیدا میشه. حالا میتونین با رفتن به مکان اولیمون که هر سه تا سیم بهش وصلن تفنگتون رو پیدا کنین. خب به این ترتیب ما تونستیم بهترین تفنگ‌های بازی رو به دست بیاریم. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه‌ها. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، واسهتون مفید واقع شده باشه. اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسم بنویسین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی فرمان.